باهاش بسازه. اولین و مهمترینش، بیشترین پلاگین هایی هم که میشه با ایشون ساخت، فلیپه. فلیپ چیه؟ تو محیط ایکس، در واقع تو محیط ایگرگ، یه دفعه شما یه عکس داره اینجا میبینیم با یه سری توضیحات میچرخه، پشتش یه سری دیتاست، طرف میتونه بره بزنه رو دکمه خرید، بره برای خرید کرد. تو محیط ایگرگ، تو محیط ایکس میتونه یه اتفاق بیفته. همه اینا رو میخوایم ببینیم و با یه سری دستورات جدید توی سی اس اس آشنا بشیم و ترکیب مقادیر که قبلا یاد گرفتیم. خب من الان تونستم مقدارهای در واقع ایکس و ایگرگ رو ببینم، میخوام الان چیکار کنم؟ میخوام برم چیزایی که یه دونه نمونه خیلی بارز و خوبی که پلاگین های سی اس اس در واقع شما میتونید بنویسید این هستش که بیاد تو محیط، میخوام پلاگین رو بسازم. تو یه سری وبسایت ها رفتید، وقتی میاید اینجا هاور میکنید، فرض کنید اینجا عکس، همین که هاور میکنید این میاد تو محیط فعلا ایگرگش رو میخوام درست کنم. محیط ایگرگ میچرخه، پشتش یه متنه، متن در واقع توضیحات در مورد محصول، اسمش، یه سری توضیحات و یه دونه لینک خرید. خب یه دونه هم لینک خرید مثلا، یعنی عملا میاد تو محیط ایگرگ میچرخه. به جای اینکه مثلا ما میمدیم قبلا میمدیم اینجا روی هاور میکردیم، یه دفعه یه چیزی اون وسط وا میشد، یا مثلا ترانسفورم اوریجین استفاده میکردیم، عکس مثلا میومد جلو، این کارا رو میکردیم، اونم یه مدل بود و دیتا ها از این ور اونم میریختن، این سری میخوام از فلیپ استفاده بکنم. خب اینا جدیده، میاد چیکار میکنه؟ شما وقتی که هاور میکنید میاد یه دور میچرخه، یعنی 180 درجه میچرخه، پشت رو نشون میده. حالا میتونیم رو پشتیه ما کلی چیزایی که یاد گرفتیم اون روش الان اعمال پس ترنسلیت اینا رو که جلسه پیش گفتم و دوباره تکرار میکنم که مدلش در واقع به تکرار بشه و میاد 180 درجه میچرخه. چیز جالبی، بریم ببینیم چجوری میشه ساختش و قرار هستش تو پروژهتون شما پیاده بکنی و با یه سری دستورات هم شروع کنیم آشنا شدن. خب پلاگینش، خب اولا من پرسپکتیو رو فهمیدم، حتما باید به پدر بدید، حتما به پدر. خب میام اینجا میخوام این پلاگین رو بنویسم، میام میگم سکشن کلاس فیلیپ، اسمش فیلیپه، میام یه بچه درست میکنم به نام کلاس فرانت. فرانت میشه روبرو، حالا درسته این چیزی هم که ما داریم میخونیم میشه فرانت، ولی خب فرانت کلا میشه روبرو. یه فرانت، یه آی ام جی، نمیدونم یه عکس انتخاب بکنم، نمیدونم عکسش چیه، بزنس 4 رو انتخاب میکنیم و اسمش هم میزنم سلایدر و یه دونه هم سکشن درست میکنیم به نام بک. توی بک میذارم H3، میذارم پروداکت، محصول، مثلا میذارم بوک داش 1، یه دونه H4 درست میکنم، مینویسم پرایس، مینویسم 5000 دلار، ان شاءالله که به روزی برسیم که این پولا رو در بیاریم. چون پی یه لورم، یه تگ A و گزینه بای. خب بخر، سه نقطه هم براش میزنیم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میام اینجا و این عکس زیبا بذاریم، عکس دیگه بذاریم، یه عکس بهتر، این عکس دو ببینم چیه. خب این کاف، باز این کتاب متاب و لپتاپ و ایناس توش میشه یه چیزی در بود. خب این فعلا دیتایی هستش که شما دارید میبینید. بریم سی اس اس شو بنویسیم، سکشن کلاس کاور، کاور بود فیلیپ، فیلیپ ویدز دوست دارم بذارم 300 پیکسل، هیت 400 تا، معمولا توی فروشگاه ها به این شکل هست، 300-400 یا 400-500 این مدلی میذارم، 300-400 خیلی معقول تر. و برمیگردم مارجین 50 پیکسل اوتو. خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی همچه چیزی اینجا میبینید، خب هنوز CSS هاشو ننوشته و میام برمیگردم میگم که سکشن کلاس فیلیپ، یه بچه داریم به نام سکشن کلاس برانت ویتس اوتو چیز، نه این هریت هیت inherit و background color نمیخوام بدم بهش و این یه بچه داره، بازی بچهش چی بود؟ img width inherit height inherit و خب طبیعتا یه چیزی خیلی زشت رو شما خواهید دید. چرا؟ چون این ماده
در واقع خراب شده عکس، چیکارش میکنم؟ آبجکت فیت آبر. خب خیلی بهتر شد، اینا میبرمش بالا. خب اینو چیکار کنم که این زیریه بیاد در واقع با کنار هم دیگه با هم دیگه توی یه جا قرار بگیره؟ پوزیشن ب فیلیپ پوزیشن ریلیتیو میدم، احسن به این چی میدم؟ پوزیشن ابسولوت. یعنی بلد اینا دیگه، خاصی از این مدل درست بکن دیگه، باید بلد باشه که آقا من میخوام اینجا روی هاور کنم، مثلا یه دیتا از این ور بریزم اون ور، معلومه باید چی استفاده بکنی؟ پوزیشن. به میگم ریلیتیو، به میگم ابسولوت، به اینم میگم پوزیشن ابسولوت و این اتفاق خجسته افتاد. خب ببخشید، به این اول ابسولوت هنوز بک رو نساخت، بیام اینجا برم سراغ بک سکشن کلاس چی بود اسمش؟ بک. خب بیام اینجا و برگردم بگم شما ویدست باشه چی؟ inherit hated inherit و پوزیشن شما چی باشه؟ ابسولوت. و الان بریم ببینیمش. اومد روی این، چیکار کنم عکس بیاد روی این؟ چیکار کنم عکس بیاد روی این؟ احسنت، ابسولوت که دادم، اولویت بندی رو بدم اصلا زندگیسه میکنم یک، زندگیسه رو گردم یک. چرا نایمم؟ به آی ام جی دادم، بعد به کی میدادم؟ بعد به کی بدید؟ آره دیگه، چرا باید به این بدید؟ چون پوزیشن ابسولوت تو اینه، نری تو این بدید، تو این پوزیشن نیستش که. پوزیشن ابسولوت کدومه؟ تو فرانت. خب پوزیشن ها ابسولوت میافتن رو هم دیگه. خب زد ایندکس رو میدم یک، میام اینجا درست شد، رفت زیرش. خب خب الان من میخوام برگردم بگم که سکشن فیلیپ وقتی هاور شدی بچت که سکشن کلاس فرانت هست میتونه تاجه که سخت نیست، خیلی ساده است اینا رو ده الان بری تو خونه ده مدل این مدلی بنویسید همین شکلیه. یه دونه چپ دست فرض کن یه مقدار داری، اینجا یه عکس یه دیتای هم اینجاست، خب معلومه دیگه بعد به این ریلیتیو بدی، به این تو ابسولوت مقادیری هم که مثلا میخوای هاور کنی این ور اونور میخواد بریزی اونها ابسولوت. اصلا کله هم شما این وسط رو ریلیتیو بگی، بقیه بچه‌ها رو ابسولوت بگی که اگه میخوای هاور کنی بریزن تو وسط در واقع عکس و اینا که خودشون نشون، حواستون به این قضیه باشه. ریلیتیو بهتون گفتم میاد بچهای ابسولوت رو تو دل خودش نگه میداره. اینا رو دیگه کلی در مورد صحبت کردیم. میگم سکشن کلاس فرانت شما بیا و چیشو ترانسفورمت روتیتد توی محور ایگرگ فعلا. میگم بیا و 45 دگ بچرخ. بیا اینجا میزنی ببین اون دیتاهای پشته. دیتاهای کجاست؟ پشته. خب این هم که اصلا خوشگل نمیچرخه به خاطر چی؟ ترانزیشن فرض کن 500 میلی ثانیه. الان میبینید داره میچرخه. خب ولی چرخیدنش به درد من نمیخوره. چرا؟ احسن. یعنی اینجا برمیگرد میگه پرس اکتیب 800 پیکسل. حالا خوبش. آره پدر حواستون باشه پرسپکتیو به پدر داده میشه. چرا؟ چون بتونه محیط سه بعدی رو برای بچه ها آماده کنه. داخل این سکشن فیلیپ مثلا 4 عکس دیگه داشته باشیم پدرشون دیگه، پدر مسترشون کیه؟ پدر کلون پرسپکتیو وقتی به بچه اجازه میده که سه بعدی بشه که شما داخل پدرش بیاید پرسپکتیو رو بدی. حالا که به هم میگه من این وسط میخوام مثلا اینها رو میبینید، میگم خب میگه من یه سکشن میذارم به نام کلاس کاور
میگم خب، میگه اینا رو میذارم توی CSS هامو ریخ به هم دیگه. خب من اینجا به عمد میام اینا رو به این حالت میکنم. این یعنی چی؟ یعنی برو دنبال سکشن کلاس فرانت بگیر داخل خودت. یعنی این دیگه، اینا رو قبلا انشاءالله تو توضیح دادم، گفتم هیچ وقت این کار نمیکنم. حالا نگاه کن، چرا این حرف گوش کن نیست؟ به خاطر اینکه ما اینجا گفتیم که اینهریت، خب اینهریت نذارید که بعد اینجا یه سوال کردی کل همه چی رو ریخته بهم 400 پیکسل. خب الان اینجا چی؟ ببینی؟ بازم فرقی نکن. من به کی بدم پرسپکتیو رو؟ برو به اون پدر و پدر اون بالایی بده که بچه ها رو آماده بکنه که بتونن پرسپکتیو رو در واقع سه بعدی رو پیاده کنن. خب من میام اینجا برمیگردم حالت قبلی، فرقی نمیکنه، حالا اینجوری یکی دوست داره درست میکنه، یکی یه جور دیگه درست میکنه. اینا رو کنترل زد میزنیم، اینا رو 800 بود دیگه. خب ببینم نمیچه، الان میزنیم به این شکلی داره میچه. خب من میخوام چیکار کنم؟ ایشون 180 درجه به چرخ. چرا 180 درجه؟ میخوام دقیقا پشتش دارم، میام اینجا برمیگردم میگم شما 180 دگ به چرخ. یه اتفاق بد میاد، عکس انگار گذاشتینش جلو آینه. شما میری جلو آینه وای میسی، دست میزنی به این ور صورتت، ولی آینه اون ور صورتت و انگشتش نشون میده. چه اتفاقی میفته؟ آینه همیشه چیکار میکنه؟ 180 درجه میچرخ. خب در واقع آینه برای شما چیکار میکنه؟ 180 درجه میچرخه. خب الان این نگاه کن، این دفتر رو میبینی میاد این ور. خب من نمیخوام پشتش رو ببینم، وقتی میخواد بچرخه من نمیخوام چی رو ببینم؟ پشتش رو ببینم. میام اینجا میگم ببین این فرانت مگه نیست؟ اینم مگه 180 درجه نچرخید؟ میگم آره. دستوری داریم باهاش آشنا میشه به نام back face visibility. ایشون به صورت by default چیه؟ visible. میام اینجا میزنی، خب من پشتشو دارم میبینم، میام پشتشو چیکار میکنم؟ hidden میکنم. میام این طرف، شما دیگه پشتشو میبینید؟ نه پشتشو این داری نشونت میده ولی ویزیبل نیست، ویزیبل نیست. خب نکته بعدی، ایشون اومد بالا. خب ایشون اومد بالا، نکته اصلی، الان من میخوام ایشون رو هم بچرخونم. یعنی این میچرخه اینم بچرخه. ببین این اینجاست، این 180 درجه میچرخه. خب این پشتیه میاد دیگه، اوکی. خب یه نکته داره، این اگر این سطح رو داری میبینی این بیاد به چرخه، من باید این سطح رو نشون شما بدم، این رو باید نشونت بدم، نه 180 درجه اونورش. ببین چی میشه، میخوام ایراد کار رو ببینید. میای اینجا کنترل دی رو میزنی، این رو میکنم چی؟ بک. اینم برگشتم گفتم 180 درجه به چرخ دیگه. خب و اینم کپی میکنم میندازم کجا؟ تو این قسم. اینو ببین چی شد؟ 180 درجه چرخید این ور. میگم اینو میچرخونید به این ور، ولی این بعد اینجوری باشه. وقتی شما میچرخونیدش در واقع بیاد اینجوری بهت نمایش داده بشه، یعنی شما دقیقا درست ببینید. بعد چیکارش کنم؟ چه فرمولی باید پیاده کنم؟ ایشون باید بشه صفر و بک بشه چی؟ یعنی در حالت عادی ایشون معکوس باشه، وقتی من هاور میکنم چی میشه؟ ببینید به این شکل. نکته بعدی که خراب کردم، میخوام همه اینا رو دونه بدونه برام خرابیش درست بکنم. اول من برمیگردم میگم باکس شادو بشه این ست. خب میگم این ست 5 پیکسل 5 پیکسل 25 پیکسل بلک. خب یه پدینگ هم بهش میدم، برمیگردم میگم 50 پیکسل. اینم برمی گردم میگم باکس سایزینگت هم باشه border box و بریم ببینیم چی در میاد. خب این یه ایرادی داره، ایرادش چیه؟ شما نباید بکش رو ببینید،
Backface visibility hidden. حالا شو. ولی داره چپه میچرخه. چیکار کنم؟ چپگیش رو باید درست کنم. اینو بکنید منفی 180 درجه. ببین الان من روبروتم، یکی پشتش به من، یعنی دقیقا ما دو نفر اگه اینجوری وایساده باشیم شروع کنیم به چرخیدن، اون دقیقا راستش اینجوری، در واقع اگه راستش رو داریم یعنی اینجا وایساده باشه، راستش این وره، اون راستش اون وره. خب حالا اگه اینجوری در نظر، خیلی سخت ریاضیش دوزه، این اینجوری میخواد به چرخی اینجوری میشه. خب سه بودی فکر کنه، نمیتونم دیگه سه بودی بکشم. الان باید من 180 درجه باشه. خب خداش الان نکن، الان درست شد. داره یه لحظه بزن درست شد. این الان داره 180 درجه شد میچرخه و میخوام تو فیلم بعدی خوشگلش کنم. حالا انقدر بلا ما سر میاره.